بنابراین با امید خدا جلسه رو شروع میکنیم و انشاءالله با امید خدا و با رضایت خدا جلسه رو به پایان میبریم. ما در تمام جلساتمون یک شعار اخلاق جهانی داریم که خوشبختانه مزین به دو تا از افتخارات کشورمون. به اسلاید بعدی میریم و اونها رو با هم ملاحظه میکنیم. لانه از یک فرند است. کی دوست داره لانه شده هم بزنید؟ فکر نیرو فرند است. یاسای بزرسی گرات از دوی چیت با خود نوی با خلق کتنه. ترجمه شم شعر سعدی پایین شمالی. یاد دارم از پیری دانشمند تو هم بیاد دار من تن هرچه بر خیش نفسندی نیز بر نفس دیگری مفسند. چون پیامبر بزرگ ما میفرماید که مؤمن نیست اون کسی که اون چیزی رو که برای خودش دوست داره برای برادرش دوست نداشته باشه. حداقل ما رو کردیم در مشاوره اینه بارها در جلسات دیگه گفتم الان زیاد روی اون مطلب مانور نمیدن. به بحث بعدیمون میریم که اندیشه هاست. اسلاید بعدی ما به وسیله اندیشه های خود ترقی میکنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم. کار آقای امینی این اسلاید و من از کار ایشون استفاده کردم. میگه مواظب افکار خود باشید یا اندیشه های خود باشید که به گفتار مواظب گفتار خود باشید که به رفتار مواظب رفتار خود باشید که به عادت تبدیل و مواظب عادات خود باشید که به شخصیت تبدیل میشه. پس اگر افکارتون منفی باشه در بلند مدت شخصیت منفی میشه و اگر افکار مثبت باشه در بلند مدت انسان مثبت میشه. بنابراین با این رویکرد که ما داریم با رویکرد مثبتی حل مشکل مردم داریم به بحث امروز وارد میشیم و به اسلاید بعدی که ما مشکلات متعددی داریم. چجوری ما مشکلات رو مقام میکنیم؟ چه مشکلاتی داریم؟ اگر مشکلاتش رو نگاه کنیم بعضیاشون از فلسفه رشدشون از اون ویژگیهایی که پیاژه میگه برداشت شده. من اونها رو میتونم اگه به اسلاید قبلی بریم لطفا به اسلاید قبلی برگردیم. ما اونها رو ردیف کردیم تاوان فنا ناپذیری. بچه ها فکر میکنن همونطوری که پیاژه میگه نوجوانا فکر میکنن اگر تاوانگردی هم بیفتد چیزی درشون نمیاد تصادف نمیکنن با آخرین سرعت رانندگی کنن وسیله پیش نمیاد مواد مخدر رو مصرف کنن اینا که موفق نمیشن. همین توهم اونها رو به دام اعتیاد و بلاهای مختلف میبره. بحث بعدی تفکر سویه. چون میتونن از منطق بلایا استفاده کنن میتونن از مسائل ملموس دور بشن آرمانگرا بشن و با آرمانهایی که دارن انجارهای جامعه رو زیر سؤال میبرن. دوستان من فکر میکنم اگه نرسید این حال رو بنویسید اشکال نداره. ما میتونیم این تعارف رو بدیم براتون چون من مقاله رو در سه صفحه کامل و سه صفحه اول از میشه سه صفحه اینجا کنار دیگه گوش کنید خیلی انشاءالله سه طرفی آچه لفن آرمانی میگی برای همه تفکر سوری. دوستان ما همیشه کار میگیم اگه اطلاعاتی در اون رایگان نمیده من بارها پیش اومده دوستایی که اسلاید داشتن زحمت میدونید از اول صبح اومد که من یک و نیمه شب این اسلاید رو تو دوازده میگشتم اینجا انتقال شما از صبح ساعت هفت و نیم اومدم قابل من قبل از شما اومدم که اینجا بودیم پاروپه رو درست کنم. همه ساعت که شما نشستیم ما اینا درست کردیم برای اینکه استفاده بشه هر کی هم خواست گرفتن ما اینو درست نکردیم پول دردیم درست کردیم مشکل کسی رو حل کنیم که فردا در یازده براستی داماد و عروس ما میشه داماد پریشان و عروس آشفته خدا نمونه که هیچ کدوم از شما نه چون عزای بیریتون شکست است. بنابراین اینا آماده است بگیم که نتون در تفکر سوری با منطق قضایه که داره آرمان های والای و مدینه فاضله رو تصور میکنه جزمی فکر میکنه میگه دروغ دروغه به هیچ شکل ما نمیتونیم دروغ رو بزنیم دروغ مصلحت آمود باباش هم خالی میشه همین جمع دعوای توبادی رو درست مسئله بعدی که زهکارهای نوجوانی که زیاد توضیح میدید است گروه همسال که جایگزین قدرت جایگزین سنگ صبور جایگزین والدین و جایی برای مقایسه برای ابراز وجود برای کسب شایستگی حتی بعدا بهش اشاره میکنیم به دال و دستر تبدیل میشه برای آتش افروزی گاهی گاهی برای کارهای مختلف. یکی از مسائل نوجوانان سودجویان کسایی هستند که از نوجوانان پریشانی که از خونوادههاشون دلشون گرفته میخوان فرار کنند از دختران فراری و پسران فراری سودجویی میکنند و اونها رو ادامه به راههای مختلف میبرند. فیلمهای مهیجی که حتی بزرگسالان و رشدیافته رو هم تحریف میکنه به مسائل مختلف عجیب غریب دیگه لازم نیست باز کنند. یکی از مسائل نوجوانانه داروهای روانگردان که الان مثل روم و نواد جلوی دست بچه هاست مخصوصا یکی از اونها رو من اسم رو نمیگم حالا اگه گفتم میخوام دوربین نگیره تا حداقل کسی نشنه بوده دنبال این دارو
در خانه ها راحت میدن به بچه ها. من دیروز حتی در کرمانشاه با همین لباس داشتم اومدم اینجا، قرار بود دارو خانم رو میبینم. وقتی رفتم خانم رو میبینم، میگفت به اون دکتر دارو کنه این دارو چیه؟ پسر من همراه دوستاش تو خونه ما هر شب از سر زیرم میکنه. اونا گفت این مسکن هیچ مشکلی نداره. من گفتم خانم به این لباس بزنم، من دکتر روانشناس هستم، این دارو رو به هیچ شرایط اجازه نمیدم بچه بخورم. نه که این لباس نمیتونه دکتر توش باشه. گفتم نکنه بگه این دلسوز نیست یا همینجوری سر بکنه. گفتم نظر بکنه اگه بخوره نسخه پزشکش کجاست؟ بایستی حتما پزشکی نسخه پزشکش باشه. اینو خیلی جایی مارفو باشه در دسته ها رو گفتم یکی از بحران های مجمعان بایده میخواد بدونه چی؟ من این سال دوز کسی من رو تحبیم میره چرا الان میرم که چه دختر این حتی بهش میگن نامو بهش میگن که بود میزنم بکنه چرا این باستاش بکنه؟ این مسئله بود چیه؟ چرا من شکلم عوض شده؟ چرا سلام عوض شده؟ من جایبان چیه؟ چه شما خواهدی کشته باشم؟ چیز در مایده چکار؟ این مسئله هویت اگه پاسخ داده نشه والدین یا دوستان اگر از پاسخ ندن سودجویی ها به پاسخ میگن. ما در مورد راحت میگیم گرد می نکه یا نزی نکه یا مچی نکه گرد می نکه یا نزی نکه مچی نکه. یعنی اون کارایی که تو نکرده ایش دیگه می کنه. اما اون یکی فکر نمی کنم که شما بیدلیل بکنه، چون پدر مادرها بیدلیل بچه هاشون رو دوست دارن. ما بیدلیل برای اونها حاضر زحمت میکشیم، دیگران در منطقه بازار هستن و دخلشون باید حتما به خرجشون نشد. ببخشید، بچه‌ها. بنابراین خیلی مهمه اسلاید بعدی لطفا ببینید. بلوغ و مسائل بلوغ که خیلی سوال برای بچه ایجاد می‌کنه. دختری که مسائل دخترانه تو خانواده براش پیش میاد، پسری که وارد میشه مسائل اون عملی دیگه رو دختر داره می‌بینی. اینا همه سوال، اینا همه نگرانی هست، همه تشویش هست برای بچه. میخواد پاسخ اینها رو پیدا کنه. اگه نباشه این بچه در مثل ابتدایی هست، در مثل دبیرستانی هست که باشه که برمینه باشه فیلن در نقران بعد من این ارتباط با جنس مخالف وقتی بلوی هست که بخواد که رشت جنس مخالف رو چون میشه بلد در بیرستان این بلوی این ارتباط ها حتی ارتباط سالی مثلا میخواد با دوستان همش صحبت کنه بلد نیست کمولی اجازه نمیده هیچ منظور جنسی نداره. تمام نسبی از جامعه دسترسش مخالف میشه، یعنی خواهرها مانعها برای پسرها و عکسش برای پسرها روش نمیشه با جنس مقابل مسئله مهم تناسب مقام شده. بچه پای مرحله ابتدایی بالاترین مقام رو در کلاس ابتدایی داره. از نظر جنسی، از نظر قدرت، از نظر پول پیشگی، از نظر سواد وقتی میاد تو راهنمایی پایینترین مقام داره. پای اول راهنمایی این خودش یک تشکیل باشه. مشکل همهنگی باید تعبیر داریم. زمان ما یک معلومی همهنگی شد. الان دوازده تا دوازده تا تغییره. هر سلاش کنم از چهار دستان بیرون میزن با هم بگیرن. در بعد ممکنه 20 روز اصلا این بجرد ما نداشته. این یک آشون دیگه از برای بجرد. همین اونها رو آماده فرار از مدرسه و فرار از مدرسه که بیشتری آماده در این دوره داره میکنه. راست در این ما توجه بکن و سوالهای زیادی که برای بچه ها میشنن مثلا این بچه ای که مسائل زنانه براش میشنن بگید کنه آسیب آسیب نمیدون از کی بخواست که آسیب نمیدون و اگه آخر دیگه رو بکنی رو بکنی در لازم نیست نمیدون حیای بیجا ببینید هر حیای اون که بعضی از حیاها خیلی مثلا وقتی دختری که در این سن باباش از اون پرسه میخوام به این خواستگار بدم که جنابیش نمیشه پاسخ بده حیا میکنه و فردا مجبور میشه از دست شوهرش یا از دست همسرش یا از دست برخای ارتباطش نبرای مشابه ارتباطش میشه اگه شن رو با حیا یکی نگید بله شن صفت مرسی و ناپسند اما حیا صفت پسندور مسئول بهتر بگید شن افراطی میشه یک جوری بگید ولی من اینو مستند به سند علمی کتاب آموزش دختران و پسران با استناد های کتب اسلامی انشاءالله من کتب مقدر تکنم به معرفت حالا این هم درسته شما خیلی رو لغت نمونیم اگر ما یه چیزی گفتیم لغت نتونست انتقال بده با اون لغت هم گیرم آمانگرانی یکی دیگه از مشکلات این بچه هاست که طبعاً بهش اشاره کردن و مجلس خیالی یا ویژگی که پیاژه میگه میگه این سرای دوران یا دخترها فکر میکنن همه فقط به اونها نگاه میکنن اگه یک سال شب باشه کوتاه باشه فکر میکنن دنیا خراب شده بسر شد بنابراین مجلس خیالی دارن تو کوچه که کسی نیست بیاد من همه از مجلا دارم بهشون نگاه میکنم بنابراین پوشاک خوراک لباس پیداشتشون در این دوره خیلی مهمه حتی والدین باید که کلاه و پیداشت خودشون میگیرن که اینها
دچار مشکل یا نقصان نباشه. به مطالب بعدی در مسائل دیگه می‌بینیم که این ویژگی‌هایی که جوان‌ها دارن این خطرات براشون هست، مخصوصا اون آرمان‌گرایی. آرمان‌گرایی نوجوانان باعث میشه در واقع این خطرات بیفتن، بی‌پروایی و نترسی نمی‌ترسن. ریشه‌شان در همون تنامپذیری، در همین جمعی فکر کردن و چیزهای بی‌پروایی مونده. بی‌پروایی نوجوان باعث میشه مثلا تو کوچه با موتور مثلا بره میومسافرن بدون داشتن. ما خیلی داشتیم تو مطبه کنون کارهای خطرناک کردن و آفروبات کردن رو دشمن بیدن. بیپروایی در مسائل جنسی میگن ما این با دوستمون ارتباط در برمی کنیم ولی چیزی دیگه نمیان. اصلا اطلاعات طرف دارم فکر میکنن باز میخوامی من این سیوی رو میبارم فقط در دست مشاورات برم بگیره. فکر میکنن اگه مسائل جنسی رو با هم انجام میدن چون بچه حامله نمیشن که آسیب اون رو در مرحله سوم میبینیم. حاملگی های این بچه ها سکر همون بیپروایی ها شما بوده. میدونید حاملگی به خودسوزی، به خودکشی و حتی فرار از منزل گاهی می انجامه. اعتیاد یکی از مسائلی که نوجوانان فکر می کنند اینا اینقدر اراده دارند که اگه دارویی مصرف کنند هر اون که اراده کنند قطعش کنند. بلکه این از اون چیزهایی نیست که آزمودنش ممکن باشه. این از اون آزموده هایی که آزمودنش خطر است. مرگ نوجوانان مسئله یکی که نوجوانان حتی من دیدم و بارها اون کسایی که خودکشی ناممکن کردن فکر کردن اگه تناب دو بگردانشون بندازن به فرد اگه خفه شدن میتونن تناب رو کشن و گردانشون بندازن. بارها من که ناخواسته ای براشون پیش اومده نخواستن ببینن خواستن تهدید کنن. و خودکشی هم دیگه یکی از مسائل مهم نوجوانان در این دوره مخصوصا اگه محبت های ارتباطی والدین در شیوه فرزندسالار بیشتر و صحبه گردوش به نامناسب ارتباطی استیلال داشته باشه اینا بیشتر اونها میکنه. و الان چون ما بحثمون دخترانه و مخصوصا دخترانی که در جامعه ما امروز بایستی آموزش ببینند در ارتباط با مسائل جنسی و ابراز وجود گفتگو ما حوزه رو بردیم به دو حوزه خاص، یعنی اون هم مسائل رو محدود کردیم روی دو مسئله، یکی عشق به یک ارتباط که با شعر مولانا اگر مولانا رو بفرمایید عشقهایی که از پی رنگ عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت نمی بود. ما چجوری بدونیم کدوم عشق رنگی عشق واقعی نیست؟ ما از آخرین نظریه پرداز و جدیدترین نظریه علمی 2002 استفاده کردیم که نظریه عشق روبری و هفت نوع عشق رو مطرح کردیم که فقط یکیشون عشق شیش آنکه عشق ها عشق رنگی هستند و غلط هستند که تک تک در اسلاید های بعدی سراغ رو ما میریم. اولین عشق که ملاحظه می کنیم چهار نمونه هست. عشق سه معلومه داره، معلومه یک دو سه که این معلومه ها اولیش تمیمیت، دومیش تعبد، سومیش شروع شده. شروع شد ما به رعایت ادب اینجا اینجوری نمیشه مگر منظور از شروع شد شهوت و مسائل جنسی. کسی که در این ارتباط، در این نوع ارتباط دوستانه با جماع عشقا رو میدونید، عشق الهی داریم، عشق به وطن داریم. من رو به این دو نفر آدم در از دو جنس مکمل صحبت میکنیم و اینجا علاقمندی رو صحبت میکنیم که در تون سلیمیت هست، تعهد نیست و شروع شده نیست. اینا چون به هم علاقه دارن فکر میکنن عاشق هم هم داری وقتی ازدواج میکنن بعدا ازدواجشون اون ازدواج به اطلاق روانی یا طلاق واقعی میانجامه. ببینیم صمیمیت چیه؟ صمیمیت یعنی اینقدر اون کار دوست داری نبینیش طاقت نمیاد، دلت تنگ میشه، گوشی رو برمیداری بهش زنگ میزنی، آرومش رو غلط میزنی، دیدنش تو رو شاد میکنه و ندیدن شما ممکنه کسل کنه. اما تعهدی بهش نداریم، مثل مثلا دیدن یک جوجه، دیدن یک پرنده، دیدن یک درخت، ما دوست داریم بشنیم، خیلی هم دوست داریم، اصلا اصلایش هم لذت میبریم. همونطوری که شما میای کلا ما رو میبینید، مسافر میاد ولی پای درختهای ما زباله هاش رو میدن، شاخه درختها رو میشکنن و بلش میکنن. اگر از این لذت میبرن چرا اومده؟ ولی چون تعهدی بهش ندارن سلامتیمون براش خیلی مهم نیست و اشتیاقی هم بهش ندارم، مثل یعنی نمیخواد مثلا جنسی هم باش انجام بده. خیلی از دانشجوها، خیلی از طلبا، خیلی از دکترا توی مدرسه با دیگران صمیمی میشن اما روشنی هم یکی دستی کردن، یکی از اون
شیوه های ارتباط به این نوع ارتباط من چون زیادن سریع میگم و خودتون منبر معرفی میکنم کاموش رو مطالعه کنم. این نوع ارتباط بهش میگن علاقمندی و اگر شما بین دو نفر این جاذبه هم دیگر دیدن یه دستمان فرضی برمونه این جاذبه هم دیگر دیدن و به عشق نام بگذاریم و مجرد ارتباط رو به این عشق بدیم این عشق برمیه آخرتش هم آخرت برمیه. بحث بعدی ما اسلاید بعدی نوع دیگه ای از عشق که در دلواقعی مطرح میشه. دلواقعی مثال ساده شما بزنم کنار یک خیابان میبینم راننده تاکسی میان هر خانمی وایساده صرف نظر از اینکه این خانم کیه شخصیتش کیه چرا میزنه میگه راننده تاکسی نه باز میکنه اون راننده هایی که بالاخره هر زنی میان میزنن چرا میزنن یا سوار نه صمیمی هستن باهاش نه تعاملی هم پیش دارن فقط میخوان قصد جنسیشون رو اتفاق کنن. گاهی پیشنیاد اون خانم یا اون آقایی هم که طرف معامله از همین جنسه چون دوتاشون در وعدگاه حاضر میشن و هر دوتا هم شورشون دارن برای هم و بارها هم ماهی را ازشون می فکر میکنیم عاشق هم ولی نه خیلی اینا در یه معامله انجام میدن که نه تعامل توش این هستن خیلی از عشقای افراد اینجوریه فقط میخوان قصد جنسیشون. حتی ما بارها دیدیم دخترها و پسرهایی که گفتن ما همین جور سرگرمی ما بود ما اصلا امکان نداره با هم اگر از این الگو پسری دختری در ارتباط قرار گرفت فکر میکنه طرف مقابل عاشق بشه طرف مقابل دلباختش و در دلباختگی صمیمیت و تعهد وجود نداره. الگوی بعدی عشق طوریه که در اون فقط تعهد هست مثل چی؟ مثل پسری که میره دانشگاه و دختر خالش هم تو دانشگاه دایش گفته بهش دختر همش دایش بهش گفته پسرم این دختر من اینجاست کسی نیست ازش مراقبت کنه دخترم گفته بابا چشم من پسر دایی هر چی بگن جان این یه براش کتاب میگیره با هم میان با هم میرن خیلی محبت میگه و شیدی به هم تعارف میکنن ولی این پسر هرگز دلش تنگ نمیشه برای اون دختر اونم برای این فقط بخاطر اینکه دایش ازش گله نکنه یا عمش اینا با هم ارتباطی دارن سر تعهدی که بندی که دارن مثل دو تا کارمند توی یکی داره مثل پسر و دختری که توی کوچه قاطر مسائل همسایگی دارن احوال پرسی گرمی داره بخاطر اینکه باباهاشون با هم دوسته و این نه همدیگه رو دوست دارن نه علاقه هم با ازدواج به همدیگه دارن اینجا اصلا این که والدینشون فکر میکنن اینا عاشقن یا خودشون هم فکر میکنن مستلم میکنه حتما عاشق اینه به درخواستی که مطرح میشه بدا پاسخ پاسخ و این عشق نیست یا اگه اینجا اون چیزی که گفتم حیای مدلی یا حیای نادرست گاهی والده میشه که این دوتا رو وقتی میشونی اصلا سر شب رو نیست خودشون هم فکر میکنن درسته ولی روشون نمیشه بعدی از سوالا رو پرسن راستی من دلم نمیاد با این مثل مسئله جنسی رو انجام دم چجوری میشه همسر بشه. بنابراین این نوع عشق عشق طوریه اگه با هم باشن کانون خونوادگی هرگز گرد نیست ممکن است زن خوب غذا درست کنه همسرم درآمد خوبی داشته باشه ولی هرگز از هم دیگه لذت نمیبرن. در مرحله بعدی عشق رمانتیک رو مطرح میکنیم عشقی که توی اون دو تا از معلفه ها هست تعهد هست و شروع شوق هم هست یعنی کاملا به همدیگه تعهد دارد این درآمد خودش رو در اختیار خانواده قرار میده به موقع میاد به موقع میده و خیلی چیزه خیلی هم علاقه من دونه مسائل جنسی با طرف مقابلش ولی یه وضعی داره اگر از این بهتری رو بینه با بیستن میشه اگر زیباتر اصلا دلش براش تنگ نمیشه میره مسافرت برمیگرده از اونجا اگر برمیگرده دلش برای اومده تنگ نمیشه میگه مسائل جنسی مجموع شده پول میدرسته همه چی میدرسته ولی اون مسائل صمیمانه ای که اونها رو کرد میکنه گذشت رو ایجاد میکنه دلسوزی رو ایجاد میکنه توی اومده حالا من این میگم خانواده از نوجوان صحبت میکنم میدونید نوجوان در اینجا اصیل میشه و رو اونجا میگه بنابراین وقت شکل میگیم الگوی بعدی الگویه که توی اون عشق عبدالمانه مطرح میشه در اون صمیمیت هست شروع شد هم هست اما تعهد نیست مثلا پسرها دختره اینقدر علاقه منده به هم میگن که همدیگه رو حتما میبینن میخوان دیوونه بشن دستشون رو به هم میبرسه ممکن مسئله جنسی رو در خفا انجام در اون حاملگی و خطرهایی که گفتم پیش میاد دختره دیگه نیادره کنم ممکنه بابام دعوام کنه میگه به جهنم من چیکار دارم این دل سابرده اجازه نمیده بایستی بیا آخه تعهدی بهش نداده اگه تعهدی به دوستی صمیمی داشته باشه ضرر رو بهش نزدیک نمیکنه و نفع ازش نمیشه جذب منفعت و دفع ضررش میزنه
اینجا طور وجود نداره، درست عاشق هم دیگر، ولی عشق یک دوانه است. ما میخواد در عشقش دوستشون برای خودش بکنیم، دوستی خواهد بکنیم. ارگوی بعدی، عشق رفاقتیه که خیلی ها با هم دیگه داریم، دوتا دوستی که با هم دوست هم. هم صمیمی هم، هم تعاقب دارن، ولی نمیخواد مثل یه جنسی با هم دیگه داشته باشن، مثل یک خواهر و برادر. هم خیلی صمیمی هم، هم خیلی با هم دیگه تعاقب دارن. ولی ممکنه اشتباه خیال کنن عاشق هم دیگه. اصلا روشون نمیشه. دیدید پسر دایی ها و دختر اما مثلا پسر هم و دختر هم هایی که ازدواج میکنن دو ماه سه ماه مشاوره میدن که آقا نمیتونی با هم دیگه همدیگر رو دوست داریم. میتونیم با همدیگر زندگی کنیم. ولی ما اون کار نمیتونیم. و شما میدونید بزرگ سالان بیشتر مشکلات ما وقتی حل میشه که فکر میکنیم حل میشه. در شوهایی که دعوا میکنن همه فکر میکنن حل میشه. امشب که سفری شد و در کنار هم با شور و اشتیاق پایده حالا همه چی میتونم میشه. کورنا میگن در دو تا دعوا شرکت کنم. دعوای پسر بچه ها دختر بچه ها و دعوای زن شما. اگر زن شما هر شروع شد داشته باشن دعواشون خطرناک میشه. ولی اینجا چون ندارن دعواشون خطرناک میشه. اون عاقبت عشق رنگی که نمیشه. آخرین عشق عشق کامله که هم صمیمیت توشه هم تعهد توشه و هم شروع شده. اگر دو نفر اینجوری عاشق هم بشن یعنی اینقدر صمیمی هم و اینقدر به همدیگه تعهد دارن و اینقدر آرزوی کنار همدیگه بودن رو دارن که دارن در میارن سخت‌ترین مشکلات رو فراموش میکنن. تنگ‌ترین جاها براشون خراب‌ترین جاها میشه. چون تعهد به همدیگه دارن سر صمیمیت برای همدیگه مشکلات درست نمیکنن. سر شروع شد این سر کسی شروع شد داره به این نام زدش دیگه تا مراسم رسمی ازدواج داره شما نمیتونیم کنیم 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 هر چند عهد کردیم نکنه من بمیرم تو هنوز نیم و جمعه من فردا نگه ننگی رو بگیرم چون عاشق هم پس در عشق کامل خطری وجود نداره چون هم صمیمیه و هم سر صمیمیه با هم دیگه تعهد داره اون هر موقع مشکلی میاد شروع شد مشکل رو از بین میبره. اگه دختر یا پسری سر نوجوانیشون که سوالهای جنسی و بلوغ رو میده تعارفات رو میده با هم فکر کردن و عاشق شدن اگه این مؤلفه ها رو ما ردیابی بکنیم توی ارتباطشون چون میدونید یک عاشق خودخواه بخش فکر میکنه یعنی همه اون چیزهایی که تصوراتش رو تکمیل میکنه میبینیم مخالف اون رو نمیبینیم و یک مشابه که بیطرفه همه چی رو میبینیم در اون سه مؤلفه شما میتونید ببینید این عشق از کدوم نوعه و شما به چه بلایی مبتلا میشید. اما باز هم ابزار بایستید ما ابزار ارتباط رو میگیم عشق در ارتباط رو میگیم بدون ارتباط حتی یک ارتباط کوچیک چشمی نباشه عشق رو نمیدیم. بنابراین میریم توی مؤلفه های ارتباط و الگوهای ارتباطی. در هر ارتباط هم چهار مؤلفه هست. مؤلفه اول صداقت، دوم صراحت، سوم احترام و چهارم اندوخت. در یک ارتباط بالاخره ارتباط برقرار کنندگان گوینده و شنونده یا دو طرف متقابل و برنده یا یا هر دوتا برنده یا هر دوتا برنده یا یکی برنده یکی برنده. اول این اردو چهار ارتباط درست میشه که یکیش رو سالمه ولی اون یکی رو اگه پیدا کردید یعنی عاشقش هم عشق سالم داره. بنابراین معیار دومی برای تشخیص ارتباط در زندگی روزمره مخصوصا دختران و پسران و دختران ما هست. حتی در ارتباط کاری کدوم بزرگترها صداقت چیه؟ من فعلا اسلاید به اسلاید بعدی میبرم بعد نمیگم. صداقت چهار معنی داره. چجوری بفهمیم یه آدم صداقت داره؟ این که قرآن میخوره پیر و پیغمبر هم میاد و آدم فکر میکنه راست میگه ولی این ممکنه دروغ بگه چون میدونید شیاطین ها از طریق عشق دخترها رو باهوش میشه از طریق عشق گرفت و پسرها رو با چشم برای دخترها دریچه دل هوش و برای پسرها دریچه دل چشم دخترها ترنازی رو عشقه بکنن پسرها رو میگیرن پسرها ادبیات و شعر قشنگی و دخترها رو میگیرن ولی ممکنه کسی این ترفندها رو بلد باشه دخترها بیا پسرها رو بگیره حتی در این کارها در ارتباط غیر از عشق در ارتباطی که زودجویان ما بلد ممکنه ما رو فدای کارهای زشت خودشون بکنن ما بودیم آیا صداقت دارن یا نه چهار معلومه هست برای اینکه بدونیم صداقت هست یا نه. آقا من دیشب ساعت یک و نیم خونه یکی از دوستان این اسلایدها رو بینوشتم دیشب روان زدم
همین الان که میام میگه دیشب خوب میگی و میگفت و میخندیدی تهران اونجا تو فرودگاه ساعت برشه. شما میگید من راست گفتم. تناقض کلامی که از الان دروغ برسه کور دروغ و حافظه نداره. اگه کسی میخواد در ارتباط دوچار مشکل بشه حافظش رو خواهد میگه. ببینه جمله هایی که ماها، سالها، روزها، ساعت، دقیقه ها و ثانیه های قبل گفته با جمله کلام میگه تناقض داره. اگه داشت قرآن و پیر و پیغمبر میاره فعلا یک شکی به گفتنش هست. دومین علامت چون صدای یک آدم از وی چون صداش میتونیم بفهمیم راست میگه یا دروغ میگه. آقا من الان عصبانی میاد همه دونی میدونید عصبانی میشه ولی وقتی که چون صدا رو بالا میبرم زوم میکنم رو کسی صدا رو عوض میشه فاصله کلمات هم تغییر میکنه همین میفهمید من یه چیز دیگه گفتم. نگاه کنید مردی یعنی چی؟ اون یکی مردی این یکی میگه مردی یعنی تو مرد نیستی. اگه اینو کاغذ بنویسیم آدم تشخیصش نمیده. خیلی از ارتباطات رو کاغذ هم باید تون صدای مرد هم بشنویم که داره توهین میکنه. بفرمایید اینجا بشین این دوتا رو کاغذ مشخص نیستن، تو تون صدا مشخص میشن. اگه با تون صدا هم تشخیص ندارید بر ساده بیاریم به چهرش نگاه کنید، از این چهره میشه تشخیص ندارید. آقا من الان تفاق خونه که برام میگم شما من خودم میگم خونه که ولی اگه خونه که این طرف نمانه چی؟ پس میشه فهمید نخیر از روی زبان بدن کسی که داره میگه خیلی دوست داره به چشاش نگاه میکنی میفهمی داره درور میگه کلکی میزنه میخواد گولت بزنه. با بخش بعدی ادراکات فرازبانی و پیرازبانی که توی یک فرهنگ هست مثلا ما فردا میگیم پا خزاب قلم چاوی دیدونه ترکیم رو بید یعنی چی؟ یعنی به زبان شما دیگه درد دو جون هم همی نرسی کنی یا یه قریبه قضایی برم بپزن یه بچه هم رو هم بشه باشه. اگه کسی نفرم مثلا یه انگلیسی که جمعه رو بشنه میگه عجب مامان خود در قضای چند نرمشه ولی ما میفهمیم نه خیلی صداقت نبود این تحقیل خطرات هم مثل همه تحقیل هایی که این ریشش در زبان مثلا ها ادبی هست. اگه میخواید بچه ها کنم کنید زبان هنری فرنگی تو فراموش نکنید. بنابراین اگر این چهارتا با هم همین همگرا بوده مشکل نیست بر ساده ولی اگر در این مؤلفا هرچه تعداد همگرایی کم شد فرد حتما قید میکشش. برمیگردیم به اسلاید و اسلاید قبلی و صراحت صحبت میکنه. افراد وقتی در ارتباط درست و سازنده ما با ما دارن که صراحت داشته باشه درست و روشن با ما صحبت کنن. گاهی دیگه به در میگن تا دیوار بشنوا کن بیا دشن در بطوم دیوار بیاد یعنی مستقیم با اون آدم حرف نمیزنه به شکل کنایه اون هم نمیفهمه. ممکنه ادبیاتش ضعیف باشه. اگر میخوای من سردرگم نشم میگن مستقیم با خودم حرف بزن و روشن مثلا ممکنه به این کسی که خیلی حرف میزنی چون روش نمیشه رو بینید این غیر مستقیم. غیر سریع اینه که میدونید حرف زدن نمیذاره آدم مطال رو بفهم اگر رعایت نوبت نکنیم هم دیگر رو یا غیر سریع دیگه من به خاطر بابا ده اگه بابا نبود این حرفا رو تحمل نمی کردم به خودش نمیگه میدونی من به خاطر بابا چقدر تو رو دوست دارم هیچ میده. اگر مستقیم بخوای حرف بزنی او این کار درست یا من به خاطر این کار تو رو دوست دارم به خاطر این کار از دست الان ناراحتم که بودم چه کار کنم. بخش بعدی احترام متقابل. آقا شما بگید این محمد خانی این دست ناکار از نمیترسن از خودم بپرسید میگم تمام عمر که اولامانات و برام قول نامه کنید یک گوشه از این چشمون میبینم تمام کهکشان بدن اصلا سرم میبینم. شما میگید یه ریالی هستم من خودم میگم از تمام کهکشان های عالم ارزش مندارم. اگه کسی در ارتباط بی ارزش من نگاه کنه مطمئن باشه این ارتباط سالم نیست چون بهداشت روان چهار فاکتور داره. نه من آسیب ببینم نه تو نه اموال من نه اموال تو فعلا داره اون هم اذیت میشه تو داره بی احترامی به نگاه کنه. پس یک ارتباط سازنده متقابل احترام هم من هم اون دوتا باید احترام هم دیگر بگرده. علامت احترام چیه؟ آیت محبت گوش کردنه آرام صحبت کردنه احترام ظاهری و احترام باطنی رو رعایت کردنه و خود مختاری متقابل.
در یک ارتباط سالانه دو طرف اختیار بایستی داشته باشه. مثلا من دیشب اومدم اینجا، همسرم میخواست جوانو بیاره، من گفتم باقی میرم، اونم گفت خب جوانو نمیشه دو تایی بار، خب اشکال نداره، من کرماشا میمونم تا تو برگردی. من میتونستم بگویم من نمیرم با اشکال نداره با، یا بگفتم اشکال نداره تو با آژانس برو تا تو جوانو من میام. وگرنه اگه من بگم نه خیلی تو باشی تابع من باشی، اون که من نمیدارم تو بری، حتما این ارتباط سالم نیست. بنابراین در یک ارتباط سالم مشروط بر این که سر مسئله حرام یا مسئله غلط خود مختاری و فرد از میخواد مواد مقدر بکشه اجازه نمیده. ولی اگه مطلب درست انسانی هنجار مدار اخلاقیه، دو طرف میتونن هم خودشون گزینه خودشون یا اگه کسی گذشت کنه برای اونیکی هم یه روزی تلاقی کنه برای اینکی و اگر نه یکی میشه تو دیگر. اگر در الگوی هر چهار معرفه صداقت وجود داشت، ارتباط به شکل سریع مستقیم و روشن بود، احترام متقابل توش بود و قدرت مختاری توش بود، این ارتباط بهش میگن الگوی قاطعیه و هر دو طرف بسنده. مثلا در عشق کامل نگاه کنید، صمیمیت هست یعنی احترام توش هست، صداقت هست چون تعهد دارن که همدیگه شور و شوق هست و برای همدیگه این گزینه ها رو در نظر میگیرن. بنابراین اونجا برای این عشق قابل به این شکله. به الگوی بعدی میریم ببینیم یک الگوی مخرب چجوری میتونه عشق رو هم تحریم کنه. در الگوی پرخاشگرانه که طبیعتا روشنه، پرخاشگر برنده است و پرخاش شدنده بازنده فعلا اینجوریه. در آینده حضورتاش چی میشن؟ بازن نمیشن، چون پرخاشگر ها میدونی چند قدی بر تماشون پشمان میشن، حتی جریمه میشن، حتی برای رضایت گرفتن میرن. در اون لحظه پرخاشگر فعلا برنده است، ولی آخر سر اون نمازی که بر صداقت داره اگه نداشت معاصر باشی. ببینید صراحت داره یا صراحت نداره؟ در سلطنگری صراحت نداره، غیر مستقیم حرف میزنه. میگه میدونی چرا دیروز حکومت کم شده بود؟ خب ما دیگه که حرفای من رو گوش نکنه، گیرش رو دیگه نمیزنه، تو ابهام میزنه. میدونی چرا فلان روز من به پاداش دادم؟ یا میدونی چرا من میشم این مهمانی شما نگذارم؟ میخواد یه جوری اعلام کنه من از دست ناراضی بودم، در ابهام میذاره. فرد نمیدونه چیکار کنه این فرد رو راضی کنه. به نگاهش نگاه میکنه، به انتظاراتش یه جوری رفتار کنم فعلا خوشحال بشه، یعنی زیر سلطش قرار بگیره. احترام ظاهریه در سلطه‌گری. آخه اگه ما بخوایم کسی سلطه کنیم چجوری بخوایم احترامش بگیریم؟ اگه احترامش رو نگه داریم سلطه نمیکنیم. بنابراین ممکنه در ظاهر احترام ما رو نگه داریم، ولی وقتی میریم بیرون رو ماشین ما یه بگر بزنیم، یه خط و شیشه ماشین روی بدن ماشین. و در بخش خود مختار سلطه‌گر میخواد کنترل رفتار طرف مقابل رو به عهده بگیره. من استایل بعدی رو میگم، یه اصلاحاتی میکنیم و ادامه میدیم. البته اصلاحات به معنای بیرون رفتن پرسش و پاسخی از جا میدیم که خسته نشیم. الگوی بعدی ارتباط، الگویی که توی اون یک نفر میخواد برش سلطه بشه، نمیخواد سلطه. کسی که مثلا عاشق دختریه، فکر میکنه این دختر امکان نیست که این پسر رو پاس کنه، یا عکسش پسری دختری که پسری رو میخواد، یه کاری میکنه که این پسر رو به طرف خودش بیاره. صداقت نسبیه، مثلا دیگه گر خوش آواز بودی و خوشخوان نبودی بهتر از تو در خورم. چرا این حرف رو میزنه؟ تا اون درمش رو باز کنه این تومه بیاره، مگر نه این کلام اینقدر خوشگه نیست. یه جوری حرف میزنه که اون نفهمه داره به اون میگه، وگاهی از صداقت توشه ولی نسبی. بنابراین اینجا ممکنه از چهار گزینه دوتا شد و این فرد بایستی به رفتر بعدش نگاه کنیم. این هم مثل اون یکی غیر مستقل و مبهم حرف میزنه، میگه روش نمیشه بگه با من ازدواج میکنی، میگه هیچ کسی مثل تو لباساش خوشگل نیست، نمیدونی وقتی تو رو میبینم چقدر آرامش به زندگی میدم و چیزایی از این منی. به شکل غیر مبهم مستقل و مبهم میخواد اون چیزی رو که میخواد بگه. احترام هم ظاهری هم واقعیه، چون میخواد اون برش سلطه کنه واقعا میخواد احترامش، ولی گاهی چون ظاهر سازی میکنه احتراماش کاذب میشه، آدم میفهمه داره دروغ میگه، زیادی ناز میکنه براش. و در بخش خود مختاری این میخواد همه اختیار رو از خودش بگیره بده به طرف مقابلش. این یه بدی داره. من اگه اختیار عمل خودم رو نداشته باشم حق محاکمه هم ندارم. اینهایی که خودشون رو تحت سلطه دیگری قرار میدن مسئولیت عمل خودشون رو بعدا نمیپذیرن. در این الگو
درسته اون طرف مقابل که بر من سلطه میکنه فرزند است و من برنده، ولی خود الگو در آخر مثل الگوی فرماشگری یک الگوی فرزند است. پس در الگوهای ارتباطی هم یک الگوی کامل بود، در اون الگو هم صداقت هست، هم صلاحت هست، هم احترام و هم حرمت هست. اگر دو نفر این چهارتا رو برای همدیگه رعایت کنند، صمیمی هم باشه، تعهد به همدیگه داشته باشه و به هم علاقه و برای هم اشتیاق نشون بدن، اینا حتی اگر خونه ای آشیانه برای زندگی نداشته باشن یا تا ابد به کام همدیگه نرسن، بهداشت روان باز هم دارن. شما دیدید عاشقانی که هیچی نداشتن، سر رو بیابان گذاشتن، ولی میگفتن بیایید مثل ما، میگفت شما دیوونه اید، من الان در جهانی که بایستی باشم. بنابراین بهداشت روان آرامش تن، آرامش وجود، آرامش دیگران و آرامش روان. که اگه این الگوها رو یاد بگیریم میتونیم بهش برسیم. راهبردهای عمده به این الگوها رو در 5-6 دقیقه دیگه شروع میکنیم. ببینم من یک نواز بسری چون رفت کنه خیلی یکنه یک نواز بسری صحبت میکنم، یه تنوع ایجاد بشه و بعد ادامه. دوست محصر، ببینید وقتی که فردی میبینه در اون الگوی ارتباطی قاطعیت فایده نداره، از این شیوه ها استفاده میکنه تا طرف رو به برقراری ارتباط مادام کنه. میبینه صداقتش براش محرز شده، دیگه گفته صراحت لهجه نداره، یه شیوه باید این آدم رو به ارتباط مادام کنه. شیوه غیر محصره چون بهداشت روان رو از بین میبینه. یکی شیفته کردنه، میدونه این آدم باش دیگه حاضر نیست ادامه بده، میاد یه چیزایی که اون آدم دوست داره از اون هست محصورش میکنه، یه جوری مخشو میدنه، مجبورش میکنه که باش ارتباط برقرار کنه. شیوه دیگه دورم با سکوت باش برقرار میکنه، مثلا اون هر چیزی که حرف میزنه این قرد کرده پدر حرف میزنه، دیدی تو خونه رو اون هر روز پیش میکنه. شیوه دیگه بحث منطقیه، میدونه اون توان بحث منطقی نداره، بهتر بگم بحث منطقی نیست، سفسطه است. مقدمه کبرا صغرا رو اونجوری که خودش دلش میخواد به هدف برسه براش میچینه و مجبورش میکنه. حتی گاهی اگه منطقی هم حرف بزنیم، اگه ارتباط منطقیه، نه خیر، ارتباط احساس. یک عاشق و معشوق کی منطقی با هم برخورد میکنه؟ اگه منطقی باشه باید اون این خلق میده، این هم همون خلق میده، ولی نه خیر، گاهی معشوقا خودشون رو فدای عاشقا میکنن، گاهی یک پدر هیچی از بچهش نمیگیره ولی تمام وجودش رو در اختیارش میذاره. چون ما عاقل نیستیم که منطقی با هم صحبت کنیم، ما عاشق منطق سرش نمیشه. میگه من وجود عاشق مثل ساعت شیمی، با ورود احساس به قلبش کم کم مغزش خالی میشه، هرچی از اونجا میاد بگیر خالی میشه. ببینید عاشقا واقعا با مقیاس عقلی عاقل نیستن، این کارهایی میکنن فقط دیوانا میکنن، مثلا یه سال غذا نمیخوره میره در خونه معشوقش وای میسه، چه عاقلی این کار انجام؟ خب این عاقل نیست، عاشق. بنابراین بحث منطقی یک راهش هم زورگوییه که هممون میشناسیم، گاهی با زورگویی مجبورش میکنه، مگه میتونی با من، مگه میتونی، خب نمیکنی نکن، منم فلانو برات انجام نمیدم. این به اون یکی دیگه از راهاش پرخاشگری منفهم، مثلا تلویزیون رو خاموش کنه، در محکم به هم به اون چیزی مون، مثلا خوابش نمیاد میخواد، مثلا میاد مدرسه رو میبینه برمیگرده میره عقب یه کوچه دیگر رو میره، میخواد بهش بگه من از این بیزارم، من میخوام یه جوری تو تصدیب من بشی، اختیار تو در دست خودم. یکی هم کوتاه آمدنه، آخرش میبینه آقا فایده نداره، کوتاه میگه آقا هر چی که می تمام. اگر الگوهای از اینها رو دیدید، درست ارتباط آخرش برقرار میشه دوباره، ولی این ارتباط مؤثر نیست، چون در ارتباط مؤثر دو طرف ارتباط هر دو دارن لذت میبرن و هر دو هم بهداشت روانشون محفوظه. به اسلاید بعدی لطفا. در اسلاید بعدی جمله رو میبینیم، چه زشت است تواضع و فروتنی در هنگام نیاز و درشتی و ستم در هنگام بی‌نیاز. یه بزرگی میگه همه آدم ها میتونن فقر و فلاکت و بدبختی رو تحمل کنن، ولی کمتر آدمی میتونه قدرت رو تحمل کنه، چون قدرت تصرف میکنه.
بنابراین در یک ارتباط، اگه به اسلاید بعدی برید، ارتباط وقتی مخرف میشه آثاری از اون دو رفتار میشه. در نیاز که در ذهن به شکل تسلیم و در قدرت به شکل پرخاش فرد خودش رو نشون میده. در الگوی مخرف یک فرد، یکی از سه الگوی مخرف، الگوی نقادی دفاعی، یکی نقد میکنه که دفاع میکنه، یه ساعت با هم جلو بحث میکنن تو خونه، دیدید گله میکنن تو خونه، میگه تو هی نمیای، دوست نداری بیای خونه ما، این هی دلیل میاره بابا من اینجوری نیستم، اون هی دلیل میاره اینجوری، دوتاشون عرق میکنن از هم بیزار میشن، امشب اومدن شب پشتیبان میشن. بنابراین این الگو هرچند گرمه، مشاجره کلامی خوبی توشه، دوتاشون کاملا فعالن، خوب حرفه هم دیگه رو گوش میکنن، قشنگ هم براش دلیل میانن، ولی هیچ کدومشون از این ارتباط لذت نمیبره و دارن شخصیت هم دیگه رو تخریب میکنن. الگوی دیگری الگوی کنارگیری فرمانبرداریه، بالاخره مجبور میشن این گفت کفرش که میگی ما تسلیم بچیم. الگوی دیگر الگوی سلطجو کنترل کننده است. در الگوی سلطجو همونطور که در الگوهای قبلی با فاکتورها نشان دادیم، سلطجو میخواد دیگری رو در کنترل خودش بگیره و برده هر خوشش رو. به ارتباط بعدی لطفا بریم. آیه میجن راهبردهای حل کار. ببینید بشر تا سر دو مسئله تصمیم گیری گرفتار بشه زندگیش رو رنده آب میده، بین خوب و بد، بین دو تا خوب، بین دو تا بد، بایستی یه روزی تصمیم بگیره. وقتی که در بین دو نفر سر یک مطلب مشاجره در میگیره، اینا دوچار تعارض میشن با افکار خودشون یا با افکار طرف دیگه. گاهی برای حل تعارض این سه روش بود. فرد میدونه با این آدم ممکنه تعارض پیدا کنه، اجتناب میکنه از بحثایی که اون مثلا اجتناب میکنه از اسم مادر شوهرش رو اگه بیاره میتونه دعوا در بیاره، همین باعث میشه هیچ گاهی مسئله مطرح نشه و حل نشه، باهاش کنار میمونه. یکی دیگه نفوذه، با تهدید تعارض رو حل میکنه، میگه میای خونه مادر رو نمیای، ببین همه اینا تو دل هم دیگه فقط اسماش مطرح میشه، میای خونه مادر رو خون، وگرنه من قسم میخورم تا ابد خونه مادر تو تعارض هم میشه. این همسرش میاد خونه اون سوقات هم میاره ولی از ته دلش که سیر و سرکه داره میدوشه. ارتباط معصر اون ارتباط قاطع، این میاد به خاطر احترام اون، این میاد به خاطر صمیمی بودن با اون، این میاد به خاطر صراحت و صداقتی که با شوهرش داره، این میاد به خاطر تعهدی که به همسایگان و دوستان خودش داره. تو که با دوستان من دشمنی نپندارم که دوستان من بوسه در دست من دوستوار، راستگویی دوستداران من دوستدار. در ارتباط معاصر من دیگری رو دوست دارم چون دوستشم، دوستای من ستم دشمنان هست. در ارتباط معاصر هر ستا رو شناختم، دوست خودم، دوست دوستم و دشمن دشمنم دوستای من هم. اگه درست با این ارتباط برقرار کردم ارتباط معاصره، چون به خاطر صمیمیت و تعهدی که به دوستم دارم دوستش، دوست دوستش، دشمن دشمنش رو دوست دارم. دشمنان هم دشمن خودم، دوست دشمنم و دشمن دوستم. اگه کسی بخواد ارتباط معصری داشته باشه، صحیحه، صادقه، بدون ابهام صحبت میکنه، احترام منو نگه میداره، خود مختاره، با هم صمیمیه و تعهدم داره با هم، و ضمن این که کارا رو انجام میده میدونه با دوستای من چجوری رفتار کنه با دشمنم، یعنی نه به من، نه به اموال دوستان همسایگان من، نه به خودش، نه به اموال دوستان و همسایگان خودش آسیبی نمی‌رسونه. اسلاید بعدی رو لطفا بیارید. تاکتیک‌های اثرگذار در ارتباط نامطلوب. ارتباط نامطلوبه ولی این فرد یه جوری میخواد بالاخره این فرد رو گول بزنه خودش هم نفهمه. تهدید رو گفتیم، یکیش هم فریبکاری. ببینید فریبکاری مثلا الان تو بازار خرید و فروش فریب میدن دیگه، کالای تقلبی رو مرمان هست، عشق تقلبی رو عنوان عشق هستی جا میدن. خیلی از این مردهایی که خوب باشش میشن با عشق تقلبی میان دیگه را بول میزن. بنابراین فریبکاری یکی از روش های ارتباط اثرگذاره، فرد رو تحت تاثیر خودش قرار میده، دو تا کادو براش میاده، یه مهمانی براش میگیره ولی فریبش میده، میخواد مبتلا به اون دردش میکنه که بایستی میکنه، یه سیگار بهش تعارف میکنه حشیش باشه. تفرو رفتن یکی از راهشه، میدونه این فرد اگه سر اون مطلب بره ممکنه
گولش میزنه تفره میره، هر تو حرف میاره نمیزنه حرفش رو. بی‌توجهی هم یکی از اون چیزاست، مثلا وقتی که زبان حرف میزنه تفره نمیره، حرف تو حرف نمیاره، ولی طوری رفتار میکنه انگار من حواسم اونجا نه. تاکتیکای مطلوب هم بگید، تاکتیکای مطلوب معامله است. گاهی ما با دیگران معامله میکنه، چون طرف ارتباط من طرفی نیست که باهاش صمیمی باشه، طرفی نیست که باهاش رو شوق داشته باشه، فقط طرفی که باعث مواظب باشم، تکبر میکنه تکبر کنم، تواضع داره تواضع، چون اینا به جاست. پس در بعضی از ارتباطات وقتی ما با یک آدمی که متکبره، یه آدمی که قلدره، یه آدمی که هر چی حرف میزنیم سرش نمیشه شما گرفت دستش، وقت چیز دیگه شما رو برمیدیم، این ارتباط مطلوبه، چون ممکنه اونم آمون بشه. بنابراین معامله به مثل میکنیم که این در این آیات قرآن اجازه شما داره، اما همیشه گذشت بهتر. مصارحه وقتی که سر مشترکات صحبت کنیم، من تو من سنی هم تو هم شیعه، اینو من حاضر نیستم شیعه بشم، تو هم حاضر نیستی سنی بشم، خب بابا بزار آدم باشیم فعلا کنار همدیگه که آرامش داریم، فعلا دشمنای مشترک که داریم، فعلا من و تو سر اصل دین هیچ مشکلی که نداریم، روی فرع دین بابا ما بایستی حقوق انسان، حقوق نفس رعایت کنیم، حق خدا و خودش لا تقنطوا من رحمة الله ان الله غفور ان الله يغفر الذنوب جميعا، از رحمت خداوند مایوس نشید، خداوند همه گناه ها رو میبخشه. پس بابا حق خداست بنش، به این میگن مصالحه، دست روی مشترکات گذاشته. مجبور این فرض میدونیم اختلاف داریم، ولی اختلاف ما تضاد یا تناقض نیست، تناقض یک شو نمیذاره، ما اختلاف داریم طبیعی، با اختلاف میشه مدارا کرد از طریق مصالحه. استدلال هم یکی از راه هاست، اینجا دیگه استدلال از نوع سفسطه نیست، دلیل میاریم، دلیل منطقی برای اینکه فرد در این ارتباط نه به من خسارت وارد کنه و نه به خودش. و آخرش هم تخصص، گاهی فرد دیگه بایستی از تخصصش استفاده کنه. من یاد که گفتم به اون خانم بودم، خانم به این نواز میگنم من دکتر روانشناس هستم، به شما این حرف چون میترسیدم بگه این کلا خودش رو میارم تو این کرمانشان میپوشم، میدونید ما این کاره نیست، ولی ممکنه ذهنیت اون اینجوری باشه، چون حرف میزن بگه نه این میخواد داروی بدتری بشه. بنابراین من برای اینکه این ارتباط موثر بشه کارت شناسایی رو در میارم، میبینید پلیس ها میان در اون میگن پلیس هستن اجازه بدید بیام تو مازن، این هم هم بشه تخصص هم رو بایستی اعلام کنم که دیگه فرق با هم کرنجام داره. من یه بار پیش اومد یه نفری سر ارزشیابی تکمیلی و ارزشیابی تشخیصی میخواست دعوا با هم کنم، آخرش اینقدر گفت من درست، گفتم درست میگیم، هفته بعدش دیدم دانشجو پدرم اون موقع بعد به خدا اینقدر شرمنده شد، گفتم کاش هم روز اول بهش گفتم من متخصص این قضیه با هم کلام دارم که الان تو کلاس هم شرمنده نشیم. خب اسلاید بعدی رو لطفا بیارید، آموزش گوش دادن. خب همه این چیزایی که گفتیم تو ارتباط هست، اگر گوش ندیم ببینید گوش دادن فقط با گوش دید، گاهی ما با چشم گوش کنیم، نگاه کنید چی گفتن، این ارتباط چشمی که اونجا گفتیم یعنی گوش دادن با چشم. همه این چیزایی که گفتیم عشق با گوش باید تشخیص بدیم، گفتیم پسرا عشق با چشم تشخیص میدن، دخترا با گوش. خب اگه ما این دو تا رو بهشون آموزش نداده باشیم صمیمیت و تعهد و شور و شوق از کجا تشخیص بدیم؟ ما ارتباط قاطع و پرخاشگر و سلطه‌گر و سلطه‌پذیر رو در گفتگو میفهمیم، با دیدن رفتار بدنی و با شنیدن گفتار کلام. بنابراین ما بایستی بدونیم چجوری گوش میکنیم، با هم گفتن نه به هم گفتن. با هم گفتن یعنی سعی میکنیم اون چیزی رو که لازمه بگیم، سعی میکنیم اون چیزی رو بگیم که طرف ازش لذت میبره، سعی میکنیم دست بذاریم روی مصالحه به جای معامله، سعی کنیم دست بذاریم روی همدلی که در این پایین بکنیم. رعایت نوبت در کلام یکی از مهمترین چیزهایی که در کنوانا اگه در مادر میگیره هموز کلام همدیگر رو نشنیده. اینو از کودکی کودکی یاد بگید، بچه تو مهمون در این یاد باید حرف میزنه، یه دفعه بایست این حرف بچه تو رو گوش کنید، به مهمون بگید ببخشید، یه دفعه هم به بچه بگید بابا جون این دفعه نوبت مهمون تو ببخشید، که همین الان یاد خیلی زمان. ارتباط چشمی برای اگه فردی حرف بزنه و اصلا الان من هرچی میگم به شما نگاه نکنه ببینم حوصله گوش کردن داری، آیا حوصله داری گوش کنی؟ ببینید فقط همه حرف هم همون بود، فقط چشم هم با شما ارتباط میگه، چرا اون میز رو تا اینجا کشیدم؟ چون اگه چشم نباشه ما هم فردیگر رو گوش نمی کنیم. من اگه شما رو نگه داشتم نخوابید با کلام نیست با چشم شما رو نگه داشتم.
تقریبا به همه تون دارم میگم. و بحث بعدی در گوش دادن گوشتهی فعاله. حتی آیه قرآن میفرماید که خیلی ها میگن گوش داریم ولی هیچی نفهم. برای اینکه معلوم باشه گوشتهی بینامین یه سری تکنیم بینید. بینامین یه چیزی یادش کنید. بینامین یه سوالی بپرسید. بینامین تکرار کنید مطلبی که من میگم. شما بگید حالا اینجا کلاس درسه. ما در گفتگوی دو نفره بودیم. اون یه مطلب میگه شما یه مثالی بزنید. اون یه جفت میگه شما در این راستا یه شعری بکنید. یه مطلب بگید. یه نقدی بکنید. یه گسترش بگید مطلب رو. که فرد بدون شما در این گوش نید. و پرسیدن یکی از اشاره هایی که شما واقعا باید. چون خیلی چیزا رو ما نمی‌فهمیم یا خیلی چیزایی که تو ذهن گوینده است اون چیزی نیست که ما می‌شنویم. یکی از بزرگمردان میگه لطفاً از من نقل قول نکنید، چون اون چیزی که شما می‌شنوید اون چیزی نیست که من می‌شنوم. شما با گوش‌های خودتون می‌شنوید و من با ذهنیت خودم. بنابراین گاهی برای اینکه می‌پرسیم که ببینیم همون چیزی رو شنیدیم که اون گفته. اون گفته اولا مرجع اون بیا ببینیم منظورش هم صلات هم بوده. میگه نه، میگه صلات جز نه، صلات جز سرپل. شما میپرسید میگید با این پرسش قرآن براتون باشه. همدلی، همدردی، همدیسی و نقطه چی؟ در یک ارتباط شما بایستی بدونید فرد در چه حالیت اونجوری باهاش گوش کنید. اگه درد دل میکنه و لازمه بهش کمک کنید تو رو خدا باهاش همدردی نکنید، همدلی بکنید. همدلی یعنی چی؟ یعنی ببینید چه مشکلی داره، از دریچه چشم اون مشکل رو نگاه کنید، شما چجوری میتونید یکی از مشکلاتش رو کم کنید، بهش اعلام کنید من این کار از دست دارم. ببینید در همدردی گاهی فردی نیاز به همدلی نداره، نیاز به همدردی داره. میبینه تمام مردم اون بند زیر آوار هست، این فکر میکنه فقط این اینجوری میاد اینا بابا فقط تو نیستی، تو فقط خاله احمد زیر آوار میاد، من تمام خانواده زیر آوار. ولی دوست دارم درد اون یکی اقدام نکنیم درد اون بیشتر میشه. اینجا دیگه همدلی نیست، همدردیه. همحسی اگر اون داره آواز میکنه تو اگه کم خاطر نمید، اگر اون داره عزاداری میکنه تو تو مجلسش نه، احساس رو نشون میده که من تو رو میفهم. و الاخر مشاوره و گفتگو که اونا رو دیگه باز نمی کنیم، به اسلاید بعدی میریم که رو به اتمام مطالب. رودخانه های عظیم نیروی خود را به جویبارهای کوچیک می‌دهند. همون چیزی که من خبر می‌دهم. اگر اینجا میرزا به دکتر تبدیل میشه، اثرش فایده میشه که از منطقه شما مثل جویبار اومده اینجا دریا درست کرده. این بچه های ما که رودخانه های عظیمی میشن به کلمه ها و جمله های تک تک من، شما، همسایه و دوستاش میان دارم. به اسلاید بعدی بینیم هفت قاعده ارتباط سکنیم دیگه آخر صحبت ماست. در یک ارتباط که جایی تعالا گوش دادن فعال نبوده میخوام فعال میشه، چون این دیگه فقط برای دختران است، برای همه است. ببینید من هرچی تلاش کردم این مطلب فقط مال دختران باشه بگم نه، فقط یه مطلب مال دختران است، مسائل جنسیشون که من رو میشه. اگه فقط بالاخره مشکل دارم کلاس تخصصی بود در روز دوازده من روانشناسی فیزیولوژیک رو برای شما تدریس میکردم روم میشد بگم، ولی فورا به بسم الله نمیتونم این مطلب رو بگم. ولی هیچ مطلبی نیست مال خانم ها باشه، مال آقای ما باشه، غیر از اون هرچی از این دوتا با هم زندگی میکنن همین هست. ببینید هفت قاعده برای ارتباط سازنده بیشتر هم هست، من هفت رو گفتم، پنج تاشون مال کتاب، دو تاشون هم از قرآن گرفتم. استفاده از ضمیر من، این خیلی مهمه، تو رو خدا مواظب این ضمیر باشی. من محمد خانی کلمه من رو هم بلد نیستم، این رو هم از مادر پدرم گرفتم، نگیم همه چی رو من بلدم، ولی این منی که ما میگیم اون من نیست، واقعا من یعنی خودم، یعنی فقط خودم. وقتی به دوست در ارتباط مخصوصا مواقعی که تنش میگرد، چه ما در ارتباط سالمش برم دارم، تو میگی بگو من میگیم، ولی وقتی که ارتباط خطرناک میشه نگو تو، بگو من، نگو تو هر کاری میکنی اون کاری نیست که من میخوام، تو منو درک نمیکنی، تو خیلی میگذاری، تو راه درست نیست، تو به والدین من احترام نمیکنی. وقتی میگی تو یعنی من این و نه تو، یعنی همه اون دلسوزی هایی که در سالهای گذشته با هم کردیم مشترک کردیم، نه
تو اون بر بودیم من این بر ما یکی نبودیم. اونم همین شنیدن کلمه تو بیدارش میکنه برای یک دفاع جمعه که این همه انصافی که من داشتم کجا بود؟ شما چرا میگید تو؟ بگید من فکر نمی کردم انصاف نداشته باشی، یعنی همیشه تو انصاف داشتی و من شاهد این قضیه این دفعه دارم تعجب میکنم. اونم برای اینکه این مسئله رو ثابت کنه مجبور این دفعه انصاف داشتی. من فکر نمی کردم خونه والده من برای تو نماشه، چون دیگه چرا فکر نمی کرد؟ چون همیشه تو آدم خوبی بودی، همیشه احترام را نگه می داشتی، همیشه هم گذاشتی. مطلق صحبت نکردن بخش بعدی صحبت ما. وقتی میگی تو همیشه همینجور بودی، حالا تو نه، من میگم همیشه اینجور بودی، من همینجور، ولی میگید همیشه یعنی اگر در طول عمرش یه دفعه اینجوری نبوده باشه میتونم شما فقط یه دفعه یه بار کوچیک میتونم شما بگید من فکر میکنم راه تو اینجور. یعنی اگه در طول عمرش یه بارم شما ندیده باشید، تو کوچه هم اینجوری بوده باشه، محکوم بایستی بیاد مدد کنید، بایستی آماده بشه که خطاشو بپذیره. ببینید دریچه رو ما عوض میکنیم، وقتی مطلق صحبت میکنیم ما خودمون محکوم میشیم، وقتی جزئی صحبت میکنیم فرصتی برای گفتگوی بعدی فراهم میکنیم. توجه به رفتار نه به شخصیت. بابا تو میگی از محمد خانی بدت میاد، از کجاش بدت؟ نمیشه که از کل وجود من بدت بیاد. تو مگه نمیدونی مثلا من اهل علمم نمیتونی از علم بدت بیاد؟ تو مگه نمیدونی من احترام معلم ها رو دوست دارم بگم یا حق نداری اینو بیارزش کنی؟ رو باید محمد خانی تونه صداش بده میاد، کاش یکم از این میکروفون دور بشه، از تونه صداش بده میاد. الان دیگه اینجوری صحبت من میدونم چیکار کنم تو ناراحت نشی، ولی وقتی کل شخصیت منو میبری زیر سوال چیکار کنم تو ناراحت؟ فقط مگه خودم رو بکشم؟ و این هم امکان نداره. پس من هم بفهم. ببینید اینجا هم حتی در دوست داشتن مواظب من تو رو دوست دارم. برای چی؟ برای اینکه دیروز به مامانم خوش دادم دوست دارم. بگو برای چی دوستم دارم؟ برای اینکه بچه که کوچه افتاده بود یه شکلت بشت که گریه نکرد. من دیگه میدونم بچه هم استفاده از زمان و مکان مناسب برای گفتگو. ببینید خیلی حرفا رو خیلی جا هم میشه. پیشنهاد از اصول میشه تو مدرسه ارزا خیلی از اینا رو نمیدونه. زمان و مکان صحبت رو ببینید بچه های کچی چقدر قشنگ این چیزا رو میبینن. زمان و مکان پول تو جیبی رو خواستن وقتی که مهمان باشه و مهمان هم با بابا داره صحبت میکنه میری میگی بابا صد تومن اگه میخوای 500 بگیری الان وقت چه هزار میگیه. پس بدونیم زمان و مکان صحبت که سازنده و راه خوشا باشید در ارتباط. این خیلی مهمه. وقتی میدونید طرف تسلیم شده یکم دیگه ببینید خودکشی که رو میده. وقتی که زرد من پر میشه هنوز آماده نیستم خودم پر میشه. همیشه وقتی آدم خودش رو میکشه یک ذره دیگه یک ثانیه دیگه فشارش زیاد میشه، یک گرم دیگه، یعنی ضربیت ضربش تکمیل شما ازش میریزه. شاید این آدمی که من یه روزی عذر میخوام این مثال میزنم، یه سگی رو دیدم یه گربه رو دنبال کرد، گربه خیلی فرار کرد، آخرش بردش یه گوشه. گربه ای که داشت فرار میکرد الان رو به سگ برسد، حمله به سگ کرد، پوزش رو چنان داد که سگ فرار کرد. بعد سگ رو بشه رو میشد خیلی فرار کنه میمد، ولی جرأت نمیکرد چیز میگرد. اگه با خوشا نباشید وقتی فردی رو در تنگنا قرار میدیم محرومش میکنیم ممکنه خودکشی کنه، ممکنه بهت حمله کنه، ممکنه دیگر کشی کنه. چقدر زیباست در اون لحظه شما میگید خب این مسئله نیست، برای همه پیش میاد، میشه جبرانش کرد. نگران نباش، دخترم اینجا این پسر این کار کرده، نگران نباش، من هستم ازت حمایت میکنم، این که مشکلی نیست. یا حتی اگه حامله شده خب کار خوبی کردی که بهم گفتی، وگرنه سکته این جنین ممکن بود خودت هم از بین ببره، آبروی خانوادگیمون هم از بین ببره، با هم میری مشکل خواهد. بنابراین راه خوشا بودن یعنی راه رو نبستن. رازداری چیه در ارتباط؟ خیلی چیزهایی که در یک ارتباط هست شاید اصلا نشه کاری براش کرد، مخصوصا مشاوره. یک کسی میاد زنای با ما حرام کرده، شما چیکار میتونید براش بکنید که این زنا باهاش بشه؟ فقط باید که راز شده و پرده بپوشید. گاهی رازداری میکنید کمی، چون کسی راز شده ما نمیتونید، پرده پوشی کنید، چشم دیگه اندازید و
دل ناراضی اون عالم رو دیدی؟ بله خیلی شما در یه جایی یه عالمی رو با نقطی با یه چیزی دیدی طور رفتار کرده که انگار اصلا ندیدی. اگر در ارتباط نردشای کلامی یک فردی رو که شنیدی مثلا گفته من میخواستم قرض کنم این خیلی میگه میخواستم بفرمده خب شما انگار رو گفتی طوری رفتار کنی انگار درست دیدی تو خونه های بچه های اشتباه میکنن بزرگا میخندن چقدر این آدم بزرگا خیلی جلوه میکنن در چشم ها اون پرده پوشی رو بدن بستن به اسلاید بعدی هم اگه لطف کنید برید خود را به سوی ماه افکنی حتی اگر به خطا روی میان سرها خواهی نشست. ما میخوایم به طرف روشنایی در شب تاریک به طرف ماه بریم. ما میخوایم سعادت این جامعه رو یه جوری یه قسمتی شده بشه سعی میکنیم اگر اون نتوانستیم بر ماه قرار بریم حداقل در آسمان بین سرها هستیم. و با آخرین سلاید جلسه رو به پایان میبریم که برای فخر کائنات پیامبر بزرگ اسلام ما همونطوری که با یاد و نام خدا شروع کردیم با صلواتی بر اون و با این شعر جلسه رو به پایان میبریم که با هجاب لاوه من اول ترجمه میکنم بعد میکنم پیامبری که برای فقیران و مستمندان و بیکسان نوازشگر و مهربان بود و برای ظالمان این ببینید هر سخن جایی هر وقت مکانی یا زمان مکان مناسب و برای متکبران و ابو لهب ها و اونها شخص پرهیبتی بود که لحظه بر اندامش میانداد و هجاد لرن و ظالم بسا پیغمبری خواهد صلوات و سلام اللهم سلام